یک حقوق زن معاون سیاسی نما در کابل شد. جسد یک مرد مسن در ننگرهار پیدا شد. رینا امیری و دستیار وزارت خارجه امارات متحده عربی درباره وضعیت زنان افغانستان گفتگو کردند و همچنان در پایان حادثه وحشتناک از ولایت تخار که به دست ما رسید. مشروع خبرها آنتونیو گودریش دبیرکل سازمان ملل متحد جورج گانیون را به عنوان معاون سیاسی دفتر یونما در کابل تعیین کرده است. سازمان ملل با نشر بیانیه گفته که خانم گانیون بیش از 28 سال در حوزه صلح حقوق بشر و کمک‌های بشری در کشورهای مختلف کار کرده است و از سال 2010 تا 2015 میلادی مدیر حقوق بشر یونما در کابل بود. گانیون که شهروند کانادا است از سال 2021 به این سو به عنوان نماینده ویژه دبیرکل سازمان در امور لیبیا و هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه در این کشور خدمت کرده است. پیش از این مارکوس پوزل به عنوان معاون سیاسی دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان کار میکرد. جسد یک مرد مسن در ننگرهار پیدا شد. منابع مالی میگوید که جسد یک مرد مسن از دریای کنر در ولسوالی مومندره ننگرهار یافت شده است. منابع گفتند که این جسد در منطقه بیلی مومندره یافت شده است. به گفته منابع این مرد باشنده روستای خویزوی ولسوالی گوشتی ننگرهار بودند و دلیل مرگ این مرد مشخص نشده، اما منابع تصدیق کردند که آثار شکنجه در بدن او دیده شده است. مسئولان ملی طالبان در ننگرهار تاکنون در این مورد چیز نگفته است. در ماه‌های اخیر رویدادهای جنایی در ننگرهار به گونه بی‌پیشینه‌ای افزایش یافته است. سه روز پیش نیز محمد ایوب شرافت رئیس ترانسپورت زمینی ننگرهار در حکومت پیشین اسوی تفنگداران ناشناس در شهر جالباد مرکز این ولایت با ضرب گلوله به قتل رسیده بود. رینا امیری و دستیار وزارت خارجه امارات متحده عربی درباره وضعیت زنان افغانستان گفتگو کردند. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای زنان افغانستان بالانا نصیبه دستیار وزارت خارجه امارات متحده عربی در امور سیاسی در مورد حمایت از دختران افغان در بخش آموزش گفتگو کرده است. امیری روز چهارشنبه در برگه اکس خود نوشته است که امارات متحده عربی و واشنگتن به حمایت از دختران و زنان افغان متحد هستند. دو طرف همچنان درباره حمایت دختران و کودکان افغان در بخش‌های آموزش، صحت و کارآفرینی توافق کرده است. امیری پیشتر نیز گفته بود که حمایت واشنگتن از مردم افغانستان پابرجاست. او همچنان تاکید کرده بود که صبر واشنگتن در برابر محدودیت‌های روزافزون طالبان بر زنان افغانستان رو به اتمام است. منابع محلی طالبان یک عضو ارتش پیشین افغانستان را در تخار تیرباران کردند. منابع ملی در تخار گفتند افراد طالبان یک عضو ارتش پیشین افغانستان را در روستای گنج علی بیگ از مربوطات شهر طالقار مرکز این ولایت تیرباران کردند. به گفته منابع، حسین رضوانی عضو نیروهای کماندو بود و بعد از سقوط حکومت پیشین مصروف کشاورزی بود. منابع گفتند که این عضو کماندو ارتش پیشین شام روز دوشنبه 13 سنبله زمان بعد از طالبان کشته شدند که طالبان به دنبال نیروهای جبهه مقاومت در این منطقه بودند. نزدیکان نظامی پیشین گفتند که او پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان زندگی عادی را در پیش گرفت و در روزهای خود مصروف کشاورزی بود و با هیچ گروه مخالف طالبان ارتباط نداشت. منابع میگویند که جسد رضوانی اکنون در شفاخانه تخار است و طالبان هنوز به خانواده‌اش نسپردند. منابع گفتند که افراد جبهه مقاومت به نیروهای استخبارات طالبان در نزدیکی کوچه گومالی در شاهرای عمومی تخار بدخشان حمله کرده بودند که در جریان آن دو طالب کشته شده و شمار دیگر زخمی شدند. به گفته منابع، قاری جلال ایوبی از جمله دو نفری است که در این حمله کشته شدند. طالب منابع گفتند که طالبان در جریان جستجو برای یافتن عاملان حمله حسین رضوانی را در روستای گنجعلی از مربوطات شهر طالبان به رگبار بستند. آنها گفتند که نظامی پیشین هیچ نقش در حمله به نیروهای استخبارات طالبان نداشت. طالبان هنوز درباره این رویداد چیزی نگفتند. سفر ملا حبت الله به شمال، نمایش قدرت و تلاش برای یک دست نگه داشتن گروه. ادامه‌اش. به نظر می رسد ملا حبت الله این سفر را آغاز کرده است تا از یک طرف مقام‌های گروه خودش در شمال کشور را به اطاعت مزبا دارد اگر آنها در موارد کاملا اطاعت نمی کردند و از سوی دیگر حضور خود در شمال کشور را تثبیت کند. با توجه به این که بر رسم ملا عمر به جای پایتخت در قندهار سکونت دارد، به دلیل فاصله زیاد اشراف چندانی بر وضعیت شمال ندارد. از جانب دیگر گزارش ها جمله گزارش سازمان ملل در مورد افزایش عملات جبهه مقاومت و جبهه آزادی نشر شده است. این جبهه در چند نقاط مختلف کشور فعالیت دارند، اما تعداد زیاد از عملات خود را در ولایت های شمال انجام داده است.
بله ها سنتی هم افرادی که حالا در جبهه مقاومت ملی گرد آمدن و کسانی که جبهه آزادی را مدیریت میکنند به شمال دسترسی بیشتر دارند. حالا ملا حبت الله خانزاده به شمال رفته تا ضمن آن که کارهای اداری کوچک و کم اهمیت را انجام دهد، شخصا آن ولایت را بررسی کند و قدرت جبهات ضد طالبان را محک بزند. هرچند برخی گمانه‌زنی ها در مورد ملاقات ملا حبت الله با رهبر جنبش ترکستان شرقی در ولایت فاریاب نیز وجود دارد، اما مسلم است که ملا حبت الله از قندهار برای ملاقات کسی که به او پناه آورده است نمی رود. بنابراین به نظر می رسد ملا حبت الله به شمال سفر کرده تا حضور خود در جامعه از جمله این بخش های کشور را تثبیت کند و همزمان اختلافات داخلی گروهش را مدیریت کند. اختلافات داخلی در گروه طالبان به دلیل تعصب های قومی در حال اوج گرفتن است. برخی فرماندهان این گروه که با ملا حبت الله نسبت قومی ندارند سرکوب شدند و تعداد دیگر نیز به نظر می رسد در نظربند هستند. این وضعیت طالبان غیر پشتون که عموما از شمال کشور هستند را عصبانی و ناراحت کرده است. خلع قدرت فرماندهان شمالی طالبان افزایش تنش‌های درون گروهی را به عنوان یک پیامد الزامی با خود دارد. این در حالی است که گروه داعش نیز به عنوان رقیب طالبان در شمال کشور به شدت فعالیت می‌کند و در حال سربازگیری است. جلب توجه جنگجویان ناراضی گروه طالبان می‌تواند برای داعش یک توفیق اجباری باشد. ملا حبت الله خانزاده رهبر طالبان به پیروی از ملا عمر که به دلایل خود را از انظار عموم پنهان میکرد فاصله خود از مردم را حفظ کرده است. هر چند پیش از این که به رهبری طالبان برسد او تا سال 1394 در مسجد حاج محمد حسنی و مدت هم در مسجد الحجاج در نزدیکی کویته پاکستان ملا بود و در آنجا جوانان و نوجوانان را برای انتحار کردن تربیت میکرد و کمرشان را میبست. اما زمانی که در سال 1395 پس از کشته شدن ملا اختر منصور به رهبری طالبان رسید خود را از انظار عموم دور نگه داشت. پس از سلطه مجاهد طالبان در افغانستان آخوندزاده به قندهار منتقل شد و در آن شهر نیز پردنشینی را اختیار کرد. عبدالله که توسط لابیگران طالبان به عنوان رهبر طالبان تغییر کرده معرفی و تبلیغ میشد، چنان پای جای پای ملا عمر میگذارد که نه تنها در سیاست های کلی خود از او تحقیق می کند بلکه انتخاب قندهار به عنوان مرکز رهبری و در پرده بودن رهبر گروه نیز از او مو به مو تقلید و پیروی کرده است. در 3 سال گذشته و جای چند مورد محدود که گفته می شود مقام های گروه خود را به قندهار احضار کرده و با آنها نشست داشته دیگر خود را به مردم نشان نداده. زمان هم که گروه طالبان ادعا کردند رهبرشان مثلا در نماز عید سخنرانی کرده برای مردم معلوم نشده که چه کسی به آنها سخن میگوید، زیرا سخنرانان پشت و مردم سخنرانی کرده است. اخیرا اما این رهبر غایب به چند ولایت سفر کرده است. چند پیش گزارش شد که او به نیمروز سفر داشته، اما روز پنجشنبه هفته گذشته به بادغیس رفت و پس از آن به فاریاب، جوزجان و بلخ سفر کرده است. تشکر که تا این دم با ما بوده شب و روزتان خوش. خداوند یار مددگار همه شما باشه.